حواس تقلب در فست به سرتون زده؟ دنبال یه وعده حل خوردن هستید؟ چیت میل یا فارسی رو پاس بداریم این تقلب کردن در وعده غذایی باید باشه یا نه؟ چقدر باشه؟ چطور اثرش تمام زحمات قبل رو هدر نده؟ یه کوچولو اگر سرچ بکنید بهتون کلی قرص معرفی میکنن پود رو مکمل هزار یه راه برای حروم کردن پول و در آخر هم هدف فقط خالی کردن جیب شماست و اما من شدیدا مخالف این مکمل ها هستم و تا جای ممکن دوست ندارم به کسی پیشنهاد بدم راه حل من چیه در این ویدیو کوتاه با من باشید تا یاد بگیرید چطوری چیت نکنیم یا اگر کردیم اصولی انجام بدیم درود به همگی فرشید جلیلیان هستم نه پزشکم و نه سعی میکنم باشم من یه مشاور و مربی منابع انسانی کنجکاو در زمینه تغذیه ورزش و پیشرفت هستم در کانال یوتیوب تجربیاتم و اطلاعات جدید از مقالات و پادکست های مختلف رو با شما به اشتراک میذارم امروز میخوام نکاتی راجع به تقلب در رژیم و خوراک بهتون یاد بدم تو این ویدیو چند نکته ریز رو بهتون میگم تا بهتر متوجه این ولع انسان به تقلب کردن در تغذیه بشید نه فقط از نظر پزشکی بلکه از نظر روانشناسی هم بهش نگاه میکنیم عموم برنامه نویس ها روانشناس های زرد و ها با اینکه کلی قانون و قاعده برای ما میذارن در آخر با یه جمله همه چی رو خراب میکنن و اون جمله چیزی نیست جز با خودت مهربون باش این جمله همه چی رو خراب میکنه چون شما وسط رژیم یا فست یا هر شرایط دیگه ای بیش خودتون میگید من باید با خودم مهربون باشم و الان دلم یه بستنی میخواد پس بهش نه نگم گناه داره دیگه اگه دلش میخواد یعنی نیاز داره و هزار یه بهونه دیگه این جمله با خودت مهربون باش درست هست اما بد جا افتاده مثل تمام میگن های دیگه این جمله رو به این شکل من دارم تغییر بدم و اون اینکه با فردای خودت مهربون باش با اضافه کردن یک کلمه کل مفهوم این جمله عوض میشه شما دیگه برای تقلب کردن به خودتون در لحظه نباید فکر کنید و بلکه به خودتون در آینده باید فکر کنید این جمله انقدر مهم است که اگر هیچی از کانال من داشت نکردین توصیه میکنم این یک جمله رو یه جایی بنویسید چون نه فقط در تغذیه بلکه در تمام موارد زندگی به کارتون میاد جور دیگه هم میشه نوشتش فردای من چی میخواد آیا فردای من سردرد از مصرف زیاد الکل و دل درد و عذاب وجدان میخواد اگر جوابش نه هست پس اون وعده به خصوص تقلب ارزشش رو نداره با این روش خیلی از حوث ها رو میشه رد کرد و تعداد این وعده های تقلب رو میشه کمتر و کمتر کرد اما اصلا چرا دلمون میخواد تقلب کنیم چی بهمون میده اون بستنی یا الکل خب ساده بگم لذت یا دوپامین چطور دلمون کمتر از این وعده ها بخواد باز ساده بگم دنبال لذت یا دوپامین سالم باشید همه ما به اون دوپامین در مغز نیاز داریم و به هر قیمتی شده چنگ میندازیم و به دستش میاریم بگردید برای خودتون یه لذت سالم پیدا بکنید هر چی میخواد باشه هم صحبتی با یه دوست خانواده که جای خالیشون واقعا برای من حس میشه نزدیک اگر هستن قر نزنید قدر بدونید به ورزشی که دوست دارید یا هر تفریح سالم دیگه این هم نگید که تو ایران تفریحی وجود نداره باور کنید بیشتر از هر جای دیگه دنیا تفریح نباشه کمتر هم نیست پس در آخر هفته شما نیاز شدیدی به دریافت دوپامین ندارید که بخواین خودتون رو با چیپس و پفک پر کنید اگر که دوپامین سالمی رو در طی هفته گرفته باشید الان که دارم این رو میگم او به ترام سیخ میشه یعنی دارم لذت میبرم پس این موضوع برای من دوپامینی ترشح میکنه که در آخر نیاز من به بستنی یا الکل یا سیگار کمتر میشه اما فرض بر این که 10 درصد مواقع شما میخواین تقلب کنید و یه چیت میل داشته باشید که اشکالی هم نداره مادامی که واقعا زیر اون ده درصد باشه و یه سری مواردی که میگم رو رعایت کنید فرداتون خیلی فوشتون نمیده البته که این ده تا 5 درصد مواقع برای من صرف میکنه چون بقیهش رو شدیدا رعایت میکنم اگر نمیدونید باید بدونید که چیزی که مغز از خوردن میخواد با چیزی که بدن لازم داره با چیزی که شما فکر میکنید لازم داره خیلی فرق میکنه یه قسمتی از مغز سرخوشی میخواد یعنی قند بدن و ما بقیه مغز برای اینکه درست فعالیت کنن غذایی رو میخوان حالا سوای از نوعش گوشت یا سالاد که چربی نمک و فیبر داشته باشه اما شما هم در آخر چیپس و پفک میخواید اگر سراغ اولی یا آخری رفتین قند یا چیزی مثل چیپس یه کانتینر هم خالی کنن در خونتون سیر نمیشید دل نمیکنید سر از بیمارستان شاید در بیارید خدای نکرده اما چشمتون سیر نمیشه پس اگر قرار به چیت کردن هست بدید سراغ ترکیبی که تمام موارد چربی نمک و فیبر رو داشته باشه یه همبرگر کثیف و چرب با کلی سیب زمینی سرخ کرده با تمام زشتیهاش در دنیای پزشکی خیلی خیلی بهتر از نیم کیلو چیپس هست دو بر کاهو هم لاش باشه دیگه ترکیب رو کامل کرده پس در آخر سیر میشید و زود دست میکشید همین رو برای پیتزا یا تقریبا هر غذای دیگه ای میشه گفت تقلب در غذا با تقلب های دیگه مثلا در خوردن شیرینی بستنی چیپس یا الکل مقداری فرق داره برای مثال دیدن ویدئوهای تیک تاک یا در کل محتوای کوتاه و سریع که شما متوجه نمیشید چقدر زمان هدر دادید یا اصلا کنترل از دستتون خارج میشه و مدام میزنید بعدی 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 دقیقا مثل چیپس خوردنه بار روانی این موارد خیلی بیشتر هست که باید به فکر ترک عادت یا حتی اتیاد باشید همش به دوپامین برمیگرده که فعلا قسمت 16 و 32 رو ببینید تا در آینده توی ویدیوهای بعد بهش برسیم در راستای سیستم گوارش این رو اضافه کنم که میتونید با مصرف مقداری ماده اسیدی مثل لیمو ترش یا سرکه سیب دقیقا قبل از شروع به خوردن یک کمکی به معدتون بکنید حتما شنیدید که سرکه سیب برای قند و قلب خوبه که در نگاه اول شاید بگید چه ربطی به همدیگه دارن اما سرکه کمک به هضم بهتر میکنه در نتیجه قند آرومتر جذب میشه و کبد هم فشاری بهش نمیاد کارش کمتر میشه نیازی نمیشه که قند رو به چربی تبدیل کنه پس در آخر التحاب عروغ هم کمتر میشه برای کمک به سیستم گوارش مقداری قبل از اون وعده اصلی فیبر مصرف کنید عموم فست فود ها یا غذاهای ناسالم فیبر خاصی ندارند با مصرف چیزی مثل سالاد یه دیواره محافظ رو در روده به وجود میارید که در آخر باعث میشه اون مواد ناسالم آسیب کمتری به دیواره روده بزنند و باز هم در همین راستا بدونید که باز کردن روزه یا فست با مواد ناسالم یا قندی بسیار کار خطرناک و مضری هست و مشکلات زیادی براتون به وجود میاره که در سری ویدیوهای نکات فست بهتون راجبش میگم نکته بعد شما آگاهانه از قبل تصمیم گرفتید که تقلب کنید و دیدید که عوارضش برای فرداتون زیاد نیست پس گناه و حس بد و هر چیز دیگر رو بذارید کنار عذاب وجدان به شما استرس میده تونتون میخورید که نه توسط دیگران نه توسط خودتون قضاوت بشید استرس و تونتون خوردن یعنی حتی درست نجویدن غذا یه فشار زیادی به مده میاره در آخر سیستم گوارشتون خوب عمل نمیکنه و خیلی بیشتر از قبل در بدن قند آزاد شده یا مشکلات مختلفی مثل نشت روده که در قسمت 15 گفتم براتون ایجاد میشه بخورید تا هم چشمتون هم دلتون سیر شه با آرامش بدون عذاب وجدان البته با فرض این که تمام مراحل قبل رو یه جورایی چک کرده باشید بعد بعد تقلب هم خیلی مهمه متاسفانه اوم ما بعد از تقلب لش میکنیم و دراز به دراز شده و نای تکون خوردن نداریم این یعنی حجم عظیمی گلوکوز در رکای ما در جریان هست و شما هیچ کاری براش نمیکنید در آخر قطعا این قند باید به هر شکلی پایین بیاد و چون شما پایین نمیاریدش بدن خودش آستین بالا میزنه و با ترشح انسولین قند رو پایین میاره این قند هم در کبد رفته و کبد چرب اولین درد سرتون خواهد بود و بعد اضافه وزن بعد از چند سال هم مقاومت به انسولین براتون دردسرهای بعدی رو به وجود میاره این یعنی اصلا با خود آیندهتون مهربون نبودید چون قطعا سر از دکتر و بیمارستان در میاره کار بهتر این هست که بعد از خوردن برید پیاده روی میتونید از قصد با ماشین نرید برگشتن رو بذارید راه برید این کار برای این نیست که تمام کالری که خوردید رو بسوزونید اصلا شدنی نیست و اصلا کالری مهم نیست هدف کمک به پایین آوردن گلوکوز خون در اون ساعت اولیه هست که شاید شاید نه قطعا شدیدن بالا رفته اگر این کار رو کردید دیگه انسولین اونقدری نیاز به ترشح نداره و در آخر کار کبدتون سبکتر میشه پس فرق داشتن و نداشتن یه تحرک کوچیک بعد از خوردن غذا زیاد هست حالا پیاده روی هم نشد پاشید یه کمکی تو کارهای خونه بکنید جمع و جور کنید اون هم خودش یه تکونیه بالاخره اما بعضی اینفلونسرهای عزیز میگن که بخور حسابی چیت کن اما مستقیم برو رو تردمیل و باشگاه باید بدونید که تا دو ساعت اقل بعد از خوردن معده شدیدن درگیر کار هست و هر نوع استرسی حتی ورزش میتونه کار حزم رو مختل بکنه و براتون دردسر ایجاد بکنه باز ویدیو نشته روده رو حتما ببینید فردای تقلب اما باز نکته داره اگر یه مدت با فصل رعایت کرده باشید قبلا گفتم باز هم میگم و خودتون هم متوجه میشید که دیگه به اندازه قبل گرسنه نمیشید این یعنی هورمون هاتون دارن بالانس میشن اما متاسفانه هر سری چیت میکنید این تعادل دوباره به هم میخوره و روز بعد یا چندین ساعت بعد شما به طرز وحشتناکی گرسنه نمیشید این در اثر ترشح زیاد انسولین و سقوطش و ترشح هورمون گرلین میاد قسمت 11 و 24 رو ببینید اگر پیاده روی رفتید و انسولین رو کنترل کردید که وضع بهتر میشه اگر نه باید اینجا تاوان بدید اما میتونید با مصرف آب زیاد با مقداری نمک دریا این گرسنگی رو تا حدودی کنترل بکنید تا آخر ساعت روزه گرفتنتون دو که این حالت رو تجربه بکنید بعد دیگه میبینید که هر غذایی ارزش چیت یا تقلب رو نداره یه نکته راجع به اون بحث ده درصد مواقع به ذهنم رسید که اضافه بکنم این ده درصد برای مثال میتونه ده درصد روز باشه یا ده درصد ماه باشه تفاوت این دو بیشتر در بحث بار روانیش هست وقتی هر روز یه چیت کوچیک میکنید شاید کوچیک اما مدام خودتون رو سرزنش میکنید هر روز هر روز سر اون یه چیز کوچیک شما دارید خودتون رو سرزنش میکنید اما اگر این حس بد به یک بار یا دو بار در ماه کاهش پیدا کنه قطعا بار روانی کمتری براتون داره حتی اگر در اون, اون دو مرحله خیلی بیشتر و شدیدتر هم تقلب بکنید توصیه میکنم به اون بار روانی بیشتر توجه کنید و با فردای خودتون در آخر مهربون باشید ممنون که تا اینجا با من همراه بودید اگر فکر میکنید این ویدیو میتونه برای شخص خاصی مفید یا جالب باشه حتما برای اون عزیز لینکش رو بفرستید امیدوارم با تنی سالم از دکتر و راهروهای بیمارستان دور بمونید موفق باشید تا بعد